تمام هواشی و اتفاقات جنجالی زندگی مهران مدیری از جنگیدنش به عنوان رزمنده توی جبهه های نبرد تا ماجرای خواننده شدنش و گرفتن مدرک دکترا با ما همراه باشید همه این هواشی رو یه مروری با هم میکنیم سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی به کانال خودتون خیلی خوش اومد خب خو مهران مدیری بازیگر مجری خواننده کارگردان و نویسنده ی معروف ایرانی متولد 18 فروردین ماه 1346 هستش شاید به قیافه مهران مدیری زیاد نخوره ولی جالبه بدونید که اون سالها در جنگ تحمیلی و حضور داشته و حتی دانشگاهش رو به خاطر حضور در جبهه نبرد رها کرده اون بعد از بازگشتش از جنگ دوباره به سراغ تئاتر رو نمایش رفت و کار بازیگریش رو از تاعت شروع کرد شاید باور نکنید ولی مهران مدیری جز سادات هم هست و علیرغم اینکه حالا شاید فامیلیش شبیه سادات نباشه در خانواده مذهبی و سادات به دنیا اومده جالبه بدونید که از دانشگاه لیبریتی آمریکا به اون مدرک دکترای افتخاری دادن مهران مدیری متولد شهر تهران هستش ولی خب خانوادش اصالتا عراقی هستن اون دو تا برادر بزرگتر از خودش هم داره پدرش کارمند وزارت نیرو و یکی از هنردوست های زمان خودش بوده و مادرش هم خانه داره برادر بزرگش پیانیست معروفیه و برادر دومش هم نقاش بوده و در حال حاضر در سوئد زندگی میکنه مدیری میگه کودکیش زیاد شر و شیطون نبوده و کودک آرومی بوده ولی خب بسیار کنجکاو بود و به اطرافش خیلی دقت میکرده به طوری که در قیاب برادرش به اتاق او میرفته و تمام کتابهای نقاشی اون رو زیر و رو میکرده که یه نکته یا چیز جدیدی از اونها دستگیرش بشه با اینکه سن خیلی کمی هم شاید داشته خودش میگه اولین تجربه تاعتر و بازیگریش رو در دوران دبستان تجربه میکنه و از همونجا به این کار علاقمند میشه و تصمیم میگیره در آینده هم این کار رو ادامه بده و پیشرفت بکنه اون توی سال 62 وقتی که 16 سال سن داشت تئاتر حرفه‌ای رو زیر نظر کارگردانهایی مثل قطب‌الدین صادقی و میکائیل شهرستانی شروع کرد بعد از اون در سال 1368 وارد رادیو شد اون درست توی همون سالها که کار تئاتر انجام میداد به عنوان گوینده برنامه رادیویی داستان شب به مدت 6 سال در رادیو فعالیت داشتش مهران مدیری بارها توی مصاحبهاش گفته که سالهای فعالیت در رادیو درست خیلی سخت بود به من ولی بهترین تجربیات کاریم رو توی اون سالها به دست آوردم. اون زمانها از نظر مالی بسیار تو مزیقه بودم و رادیو هم پول زیادی به ما نمیداد ولی خب خاطرات خوشی از اون دوران دارم. مدیری توی سال 1372 وقتی که 26 سال سن داشت به عنوان بازیگر در مجموعه نوروز 72 به کارگردانی داریوش کاردان کنار علی عمرانی و فریبا متخصص برای اولین بار دیده شد. اون بعد از اون با سریال پرواز 57 در قامت کارگردان و بازیگر سر زبون ها افتاد و به معروفیت و مشهوریت رسید. بعد از اون هم با ساعت خوش شهرت و محبوبیتش رو بیشتر و بیشتر کرد توی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 همونطور که گفتیم مهران مدیری توی رادیو مشغول بود و خیلی هم شرایط مالی خوبی نداشت ولی با این حال توی سال 69 وقتی که 23 سال سن داشت تصمیم گرفت که ازدواج بکنه ثمره این ازدواج یک پسر به نام فرهاد متولد سال هفتاد و یک دختر به نام شهرزاد متولد 1375 هستش تصاویر زیادی از همسر مهران مدیری توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه ولی خب هیچ وقت مهران مدیری هیچ کدوم از این تصاویر رو تایید نکرده و گفته میشه خیلی از این تصاویر که به اسم همسر مهران مدیری هستن طرفدارای مهران مدیری هستن که باهاش عکس یادگاری گرفتن ولی خب گفته میشه که همسر مهران مدیری فارغ و تحصیل رشته هنر و ادبیات و خانه‌دار هستش گهگاهی نویسندگی میکنه ولی خب ترجیح میده که نوشته هاش رو جایی منتشر نکنه و فقط دل هاش برای خودش هست اسم پسر مهران مدیری فرهاده که مادرش انتخاب کرده ولی خب مهران مدیری زیاد توی فیلمهاش از این اسم استفاده کرده و تقریبا توی اکثر فیلمهاش یه شخصیت فرهادی وجود داشته که خیلی وقتا هم خودش نقش فرهاد رو بازی میکنه مثل سریال برره که نقش شیر فرهاد رو خود مهران مدیری بازی کرد فرهاد مدیری پسر مهران مدیری هم متولد 18 اردیبهشت سال 70 ده. اون تحصیل کرده ی هنرستان موسیقیه و برای ادامه تحصیلاتش توی مقاطع بالا در دانشگاه های کشور فرانسه ادامه تحصیل داده پسرش کلا زیاد عشق موزیکه یه گروه موسیقی هم دارن که سالهاست قرار یه آلبوم بدن ولی خب ما هیچ وقت یه تک آهنگ هم از هیچ کدومشون ندیدیم دیگه خب باباش مهران مدیریه و پول میده و ساپورتش میکنه چرا کار بکنه و اه آهنگ بده بیرون دختر مهران مدیری هم شهرزاد مدیری هستش که 13 بهمن 75 به دنیا اومده و فارغ و تحصیل رشته طراحی لباس هست گفته میشه که دختر مهران مدیری با کمک چند تا از دوستاش یه برند لباس هم به نام لورالای لای ثبت کردن که صرف تا صد کارهای تولید لباس رو خودشون انجام میدن حالا ما دقل خروجی ازشون ندیدیم مهران و مدیر خودش در مورد دوران کودکیش میگه که کودکیم اصلا شبیه بچه های دیگه نبودن دوست زیادی نداشتم همیشه احساس تنهایی میکردم کلا دوست داشتم تنها در اتاق بشینم و کتاب ها رو ورق بزنم اسماشون رو حفظ بکنم و عکساشون رو نگاه بکنم بیشتر وقتها کودکیم اینجوری میگذشت مهران مدیری میگه که علاقه شدیدی به زیست شناسی داره برادرش هم توی همین رشته تحصیل کرده و واسه همینم خیلی وقتا کتابای برادرش رو میگرفت و خیلی با علاقه اونها رو مطالعه میکرد از طرف دیگه تنفر زیادی از ریاضی و جبر و معادلات و اینجور چیزا داره و میگه همیشه توی درس ریاضیات از همون اولش هم خنگ بودم هنوزم با اینکه توی اکثر علوم مطالعه دارم و خودم رو به روز نگه میدارم ولی اصلا هیچ چیزی در مورد ریاضیات جهان نمیدونم مهران مدیری کلا خودش رو آدم غمگینی میدونه و میگه در طول روز تایمایی که غمگین هستم بیشتر از تایمایی هست که خوشحالم و شادم به قول یکی از دوستانم غم اگر به جاهای ناجور نکشه چیز خیلی بدی نیست میتونه منشأ خلاقیت هم باشه ظاهرا در شرق برای غم نسبت به شادی اصالت بیشتری قائلند مهران مدیری در مورد جپ رفتنش هم میگه از سال 66 تا 68 برای گذراندن خدمت سربازی در جبهه بودم در عملیات مرساد و حلبچم حضور داشتم از راه دور به دشمن ها سنگ پرت میکردم یه مدت آرپیجی زن بودم چند ماهیم راننده اتوبوس در جپم هر کاری از دستم اومد انجام میدادم سالهای 65 هم قبل از اینکه وارد خدمت سربازی بشم در جپه و حضور داشتم به عنوان داوطلب و برای رزمنده ها در سنگر نمایش بازی می کردم و اونها رو سرگرم می کردم حامد بهدادم در مورد این اتفاق صحبت هایی رو چند وقت پیش انجام داد و گفتش که به تازگی فهمیدم که سه سال مهران مدیری در جپه جنگ بوده این رو نمیدونستم وقتی که شنیدم خیلی خیلی شگفت زده شدم خیلی مهران مدیری رو آدم قدرتمند و تأثیر گذاری بین مردم ایران میدونن البته خیلی از محبوبیت مهران مدیری توی یک سال اخیر به واسطه اعتراضات و روی کرده اون یه مقدار تقلیل پیدا کرد و خیلی ها می دیگه مدیری اون قدرت سابق رو نداره ولی خب در سال 2009 میلادی در مقاله نیوزویک یکی از معتبرترین نشریه های جهان مهران مدیری رو به عنوان بیستومین فرد قدرتمند ایران از نظر فرهنگی و سیاسی معرفی کردن مهران مدیری توی این لیست که جواد ظریف هم توی اون وجود داشت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مردم ایران شناخته شده بود. مهران مدیری رو اکثرا به واسطه یه سریال های پرطرفدار و محبوبی که ساخته می‌شناسن. سریال هایی از جمله شب های برره، باغ مزفر، پاورچین، نقطه چین، ویلای من در هاشیه و این اواخر هم سریال پرطرفدار هیولا بدونیم اون یک بار تجربه فیلم سینمایی هم داره که خیلی مورد استقبال قرار نگرفت و فیلم ساعت پنج اصر مهران مدیری فروش کمی داشت و محبوبیت سریال های اون رو نتونست به دست بیاره اون در مورد تصمیمش برای ساخت فیلم سینمایی هم گفته بود که دیگه حوصله ساخت سریال ندارم خیلی وقته که حالم خوب نیست و کار ساخت سریال خیلی منو خسته و اشبا کرده نیاز دارم که یه دگردیسی انجام بدم واسه همینم هم تصمیم گرفتم که سالی یکی دو تا فیلم سینمایی بسازم که نتیجه شد فیلم سینمایی ساعت پنجه است که خیلی مورد استقبال قرار نگرفت جالب بدونید که در 21 تیر ماه سال 1390 دانشگاه لیبریتی آمریکا به پاس فعالیت های هنری و انسانی مهران مدیری در شهر لس آنجلس آمریکا مدرک دکترای افتخاری رو به مهران مدیری داد. اون زمان مهران مدیری مشغول ساخت سریال قهوه تلخ بود و نتونست برای دریافت مدرکش به این دانشگاه بره و از طریق دکتر رونالد به نمایندگی اون تونستش این مدرک رو دریافت کنه تجربیات مهران مدیری محدود به بازیگری و کارگردانی نبوده اون کار طراحی صحنه تهیه کنندگی صدا پیشگی و خیلی کارهای دیگر رو هم در رزومه خودش داره ولی خب یکی از جذاب ها شاید کارهای خوانندگی مهران مدیری باشه اون در سال 1397 اولین کنسرت بزرگ خودش رو در برج میلاد هم برگزار کرد و تمام بلیتاش خیلی سریع سولد شدن و به فروش رسیدن خودش مدعی بود که کلیه دستمزدش از این کنسرت ها رو داده به تهیه شیر خوش برای نوزادان بیبزاعت در مناطق محروم ایران کسایی که مهران مدیری رو از نزدیک بشناسن میدونن که اون یه ماشین باز حرفه‌ایه و کلکسیون ماشین‌های گرون قیمتی رو توی خونهش داره ماشین‌های لوکسی که هر کدومش چند ده میلیارد تومن شاید پولش باشه مهران مدیری گفته میشه که توی یکی از برچ های محله قیتریه تهران ساکن هستش و به خاطر وابستگی هم که به مادرش داره در کنار واحد خودش یه واحدم برای مادرش گرفته و در نزدیکی اون زندگی میکنه اما اوج محبوبیت مهران مدیری رو میتونیم به مجموعه دور همی که از نوروز 95 وارد شبکه نسیم شدش بدونیم محبوبیت این برنامه در صدا سیما به حدی رسید که بر اساس نظرسنجی ها توی اون سال ها حتی از برنامه 90 عادل فردوسی پور و خندوانه رامبد جوان هم مخاطب بیشتری به دست آورده بود در نهایت این برنامه بعد از چهار سال پخش در سال 99 به کار خودش پایان داد و از سال 1400 سبک و سیاق این برنامه گفتگو محور تبدیل به مسابقه شدش مدیری مدعی هستش که خیلی به شعر و شاعری علاقه داره اون حفظیات بینظیری از شعر داره و میتونه بگه که تمام شعرهای خیام بخش عمده از شعرهای سعدی و حافظ رو از حفظ میخونه اون همه کارها... کارهای لورکا دو سوم آثار شاملو شعرهای نیمایوشیش و کارهای خیلی از شاعران ایرانی و خارجی رو حفظ هستش یا مورد مطالعه قرار داده واسه همینم خودش هم دستی به شعر داره و سال هاست که شعر می نویسه به گفته اون شعرهاش به سه دوره نوجوانی دوران جنگ و امروز تقسیم میشه که بیشتر حال و هوای شعرهاش عاشقانه است اون گفته که میخواد به زودی یک کتابم از اشعارش به چاپ برسونه با اینکه بیشتر کارهای مهران مدیری چه در قامت بازیگر و چه در قامت کارگردان در کارهای تنز و نیمه تنز بوده ولی این روزها با نمایش سریال نمایش خانگی پدر گواردیولا مهران مدیری نقش متفاوت و کاملا جدی رو قراره که بازی بکنه باید ببینیم توی این کار هم میتونه منستر نقش های تنزش موفق باشه یا نه حتما نظرتون رو راجب به مهران مدیری و هواشی و اتفاقات زندگیش برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید